بله بفرمایید. در مورد اینکه پیامبر که به هر حال علمش انقدر زیاد و به هر حال دریایی از علم بودن، میخواستم ببینم که آیا نمیدونستن که عایشه خودش آدم کثیفی است؟ اگه میدونست چطور مثلا جلوشو نگرفت؟ مثلا که عایشه را مسیح و نصیحت کرد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، عایشه گوش نمی کرد. بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به تمام مردم فرمود اطاعت از اهل بیت علیهم السلام بکنید، دشمنی نکنید. عایشه گوش نکرد دیگر. کس هیچ کس خدا را در این دنیا او را مجبور نکرده که او کار بد را انجام ندهد. شما همه مردم نمیتونید مثلا به طور کامل جلوشو بگیره، هیچ نمیتونه جلو کسی دیگر را بگیره. شما میتونید جلو اگر زن شما بخواد مثلا به شما را اذیت بکنه، شما میتونید جلوش را بگیرید؟ با شما بد اخلاقی بکنه، شما میتونید جلوش را بگیرید؟ نمیشه. یا وقتی از دنیا رفتی، مثلا شما فرض کن شما سال آینده از دنیا میری، زن شما بعد از شما مثلا ملک شما را نفروشه یا مالی به اولاد شما نکنه، شما میتونید جلوش را بگیرید؟ نه، آخه یه سری کارم در خود زمان پیغمبر انجام در زید حیات وقتی بودن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم میتونید جلوش را بگیره که نگرفت؟ شما مثال بده. نه، من در کل گفتم، مثلا گفتم که بگو آخر یا بعضی کارها را پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم میتونه جلوش رو بگیره. خب کار که نمیتونه جلوش، عایشه حرف بد بزنه، خب بد اخلاقی بکنه، اینو که جلوش گرفته نمیشه. جان من، شوهر میتونه نصیحت بکنه، خانم اگر گوش نکنه دیگه هیچ شوهری نمیتونه جلوش رو بگیره. اینه که در مورد اینکه عقل که نبود جان داره، عذاب جان برادر، چرا اذیت میکنی؟ بله دوستان عزیز، بله. پایان این برنامه فردا ان شاء الله خدمت شما حاضر میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل